همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند برنامه های بنیاد آینده در تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در یکی دیگر از برنامه های برگی از تاریخ، سری برنامه های یک کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. با پوزش از این که در یکی دو هفته گذشته از اونجایی که در سفر بودم نتوانستم برنامه زنده ای رو اجرا کنم و برنامه های تکراری بود، امروز با شما زنده صحبت می کنم. یعنی در واقع این برنامه است که برنامه امروز من با شماست و یک سینه سخن دارم. خوشبختانه در هفته گذشته، در این هفته ای که گذشت، در برنامه های دیگری هم در این تلویزیون و هم در رسانه های دیگر توانستم دیدگاه های خودم رو نسبت به این برجام و پایان برجام یا پایان شرکت ایالات متحده آمریکا در این برجام و پیامدهای اون در میان بگذارم و گوشه ای از داوری های خودم رو با شما مطرح کنم. و در این روزهای گذشته خیلی از دیدگاه هایی رو که از جناح های مختلف درباره ماجرای برجام، پیامد برجام، آینده روابط ایران با اروپایی ها و پیامد بیرون آمدن ایالات متحده آمریکا، نقض برجام از سوی آقای ترامپ در رسانه های داخل کشور، در خارج از کشور، در سمینارها، کنفرانس های رسانه ای عنوان شده رو دنبال کردم و حیفم آمد که امروز همه برنامه رو به بررسی دیدگاه خودم، به بازگفتن دیدگاه خودم در این باره اختصاص ندم. نکات بسیار جالب و قابل توجهی در گفتگوهای هر دو طرف این بحث وجود داره. یعنی کسانی که روی هم رفته خوشبین هستند از اینکه بیرون آمدن دولت ایالات متحده آمریکا، پایمال کردن تعهد ایالات متحده آمریکا از برجام فشار بر ایران رو افزایش خواهد داد و زمین ساز دگرگونی های بنیادی در ایران خواهد شد. کسانی که به این باور، به این دیدگاه باور دارن و با نگرانی از اون پشتیبانی میکنن. من درباره اونهایی که بر تبل جنگ میکوبند اصلا سخنی ندارم. تکلیف اونها روشن است. یعنی اون ایرانی هایی که پایکوبی میکنن از اینکه شاید اسرائیل و عربستان و آمریکا و دیگران به ایران لشکر بکشن، اونها حسابشون از کار ما جداست. به داوری من اونها کسانی هستند که میهن فروشند، خودشون رو باختند، سپاهی یک نیروی بیگانه هستند برای ویران کردن کشور. اونها رو به کنار بگذاریم، ولی در میان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی، من هواداران حکومت رو هم کنار میذارم از این بحث، ولی در میان کسانی که مخالفان این دولت دینی در ایران هستند، چه اونهایی که به جمهوری خواهی وابستگی دارن، چه اونهایی که هوادار پادشاهی هستن، مجموعه این نیروها یا کسانی که از جریانهای مذهبی منتقد به جمهوری اسلامی از اون دیدگاه در واقع دفاع میکنن، یا مثلا طرفدار آقای بنی صدر هستن، یا طرفدار نیروهای ملی مذهبی هستن، یا طرفدار آقای رضا پهلوی هستن، مجموعه این نیروها را اگر شما نگاه کنید میتوان گفت که تا حدود زیادی دو دیدگاه، دو برخورد متمایز در میان اونها وجود داره. نه سفید و سیاه، بلکه در واقع جنبه های گوناگون خاکستری، از تیره تیره تا روشن روشن. گروهی بر این باور هستند که بر پایه آنچه که در این رسانه ها میبینم و نوشتارها و بیانی ها و سخنرانی ها و مصاحبه ها و داوری هایی که در پشت پرده مطرح میشود، میگویند که آقای اوباما سیاست کنارجویی و مماشات رو با دولت جمهوری اسلامی در پیش گرفته بود و برجام برآمده از این نوع همکاری با دولت در ایران بود، دولت دینی در ایران بود. و آقای اوباما در دوران جنبش 88 هم گامی برای پشتیبانی از جنبش 88 بر نداشت و
تا حدود زیادی خاموش ماند. و به همین دلیل همین برجام و دادن پولهای کلانی که در حسابهای دولتهای غرب، بانکهای کشورهای غربی مسدود شده بود به ایران، جمهوری اسلامی رو تا حدودی زنده کرد و به اونها این پروانه رو داد که با کنار نهادن موضوع غنی‌سازی هسته‌ای یا محدود کردن غنی‌سازی هسته‌ای، حالا دیگه دستشون باز باشه که در هر گوش و کنار جهان، از جمله در سوریه، در عراق، در یمن، ماجراجویی‌های خودشون رو ادامه بدن. در این نوداوری سخن درستی هم نهفته است. یعنی واقعیت این است که از دوران برجام به این سوی ما هیچ گونه کاهشی نه تنها در رفتار ماجراجویانه جمهوری اسلامی در کشورهای پیرامون ایران و حتی دور از ایران و در برانگیختن دشمنی و درگیری با اسرائیل و آمریکا و دیگر کشورها نمی‌بینیم، بلکه میتوان گفت تا حدودی گستاخ هم شدند و به این نتیجه رسیدن حالا که به برجام دست یافتن کارهای دیگر رو میتوانن انجام بدهند. و چنین هم شد. این گروه بر این باورند که این دست از هممیهنان ما، که این به هم زدن برجام از سوی آمریکا یا تقریبا به هم زدن برجام، چون میدانیم که وقتی آمریکا از این تعهد بیرون بیاید دولت‌های اروپایی هم رفته رفته سست خواهند شد، چاره‌ای هم نخواهند داشت، این به سود جنبش سیاسی در ایران است و توانا میکنه اونها رو، محدود میکنه دولت جمهوری اسلامی رو. گروه دیگر که خود من بیشتر در اون جبهه هستم بر این باورند که نه، این رفتار نابهنگام و نابخردانه ی آقای ترامپ دست دولت جمهوری اسلامی رو، به ویژه جناهای تندرو رو، در برانگیختن درگیری های منطقه‌ای باز میکنه، فشار رو بر نیروهای داخلی افزایش میده و زمینه رو برای یک رشته درگیری های جنگی فراهم میکنه که آغاز هم شده. همین موشک اندازی ها به سوی اسرائیل از سوریه، سپس حمله هوایی ببخشید از سوریه به سوی اسرائیل، سپس حمله هوایی اسرائیل به پایگاه های هواداران ایران یا نیروهای ایرانی در سوریه، آغاز چنین درگیری است. و تردید نداشته باشید که این درگیری ها با عربستان هم روی خواهد داد و ما شاهد یک نوع تشنج فزاینده در منطقه خواهیم بود و این به سود دموکراسی، به سود جنبش مدنی ایران نیست. جنبش های مدنی در فضای پر از تشنج و جنگ رشد نمی کنند. تجربه عراق، تجربه افغانستان، آزمون خود سوریه، لیبی و هر گوش و کنار جهان رو که نگاه کنید در میابید که جنبش مدنی که باید پایگاهی برای دست یافتن به دموکراسی در ایران باشه، جنبش اجتماعی توده مردم، در یک فضای جنگی شکل نمیگیره، بلکه در فضای جنگی تندترین اندیشه هاست که شکل بگیره. شما نگاه کنید به این سرنوشت درگیری میان فلسطینی ها و اسرائیل. در یه دورانی که این درگیری ها جنگی نشده بود، هنوز امیدی وجود می داشت برای رسیدن به یک پیامد صلح‌آمیز، نیروهای سکولار منطقی در میان فلسطینی ها چیره بودند و در میان اسرائیلی ها هم نیروهای روی هم رفته صلح‌جو و میان رو در قدرت بودند. ولی امروز که نگاه میکنید در دو سوی ستیز میان فلسطینی ها و اسرائیل نیروهای تندرو چیره شدند. در اسرائیل آقای نتانیاهو تازه جناح معتدل دولتش، دولت خودش محسوب میشه، آدم های تندروتر از آقای نتانیاهو در این دولت نشستند. در میان فلسطینی ها هم صدای گروه های معتدل دیگر جایی نداره و جریان های مانند حماس کاملا کار رو در دست گرفتند. در این دوران، در این فضا نیروهای مدنی رشد نخواهند کرد. بنابراین باور من این است که این رفتار نابخردانه به راستی باید گفت به دور از شکیبایی و به دور از خرد دولت آقای ترامپ در یک سویه بیرون آمدن از برجام به زیان جنبش دموکراسی خواهی در ایرانه، به سود جنبش دموکراسی خواهی در ایران نیست. فشار رو بر جمهوری اسلامی افزایش خواهد داد، ولی این فشار زمینه ساز
رشد جنبش سیاسی و مدنی در ایران نخواهد شد، چون اونها با توسل به این که ما زیر فشار غرب هستیم، زیر فشار آمریکا هستیم، زیر فشار اسرائیل و عربستان هستیم، هر گونه صدای نارضایی رو در ایران به این بهانه بیشتر خاموش خواهند کرد. در این روزها به ویژه کسانی که منتقد به این رفتار آقای ترامپ هستند، از جمله کسانی که مانند من میاندیشند که آقای ترامپ در این زمینه اشتباه کرد و نباید به چنین کاری دست میزد، ما با دیدگاه‌های روبرو هستیم که بیشتر آماج نقد رو متوجه دولت اسرائیل و عربستان و ایالات متحده آمریکا کردند و اونها رو به عنوان نیروهای امپریالیستی، نیروهای جنگ طلب معرفی میکنن که پربدک هم نیست، درست هم میگن. اما در این راستا فراموش میکنن که ما به عنوان ایرانی، من به عنوان یک تاریخ پژوه ایرانی، یک روشنفکر ایرانی، باید از دیدگاه منافع ملی ایران به این مسئله نگاه کنم، نه از نقطه نظر اینکه آمریکا، اسرائیل، عربستان چه کجروی کردن در این زمینه. اون رو میتوان در راستای یک گفتگوی با ارزش سیاسی، پژوهشی، تاریخی، استراتژیک مورد بررسی قرار داد. ولی ما باید به عنوان ایرانی به این نگاه کنیم که چرا به اینجا رسیدیم. از سوی دولتی که بر ما چیره است و نماینده منافع ما بناست باشد، از سوی این دولت چه کجروی هایی روی داده، چه کاری صورت گرفته که ما رو به این بن‌بست کشانده. در این که دولت ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و عربستان سر ناسازگاری با دولت جمهوری اسلامی دارن جای گفتگو نیست، ولی این دولت ها بیمار روانی که نیستند. فکر نکنید اگر دولت جمهوری اسلامی رفتاری رو که در این سالهای 40 سال گذشته انجام داده نمیداد، مثلا دولت اسرائیل به هر روی میخواست با ایران در بیفته. چرا؟ در گذشته که چنین نبوده. مگر دولت عربستان با همه پلیدی هایی که در این کشور وجود داره، در گذشته با ایران سر ستیز داشت؟ مگر ایالات متحده آمریکا بناس همیشه با ما دشمنی داشته باشه؟ ما الان در ایالات متحده آمریکا نزدیک به شاید 1.5 میلیون ایرانی تبار زندگی میکنن. برخی از اونها به بالاترین جایگاه ها در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی رسیدند. خود من بیشتر زندگی پس از دبیرستانم رو در همین غرب، به ویژه در ایالات متحده آمریکا گذراندم. مردم رو میشناسم، آشنایی با بسیاری از روشنفکران و نخبگان این کشور دارم. روی هم رفته برای جنگ با ایران ندارند. ما باید ببینیم از سوی این دولتی که بر ما چیره است چه رفتاری روی داده که چنین دشمنی جهانی رو با ایران به وجود آورده. در این جای گفتگو نیست که آقای ترامپ از شمار سیاستمدارانی نیست که من از او پشتیبانی کنم. دیدگاه من رو درباره ایشان نیک میدانید. اما ما به عنوان ایرانی، من به عنوان یک روشنفکر ایرانی باید بیاندیشم، نه به این که آقای نتانیاهو چه خطایی انجام داده، نه به این که آقای ترامپ چه کجروی از او سر زده و چه سیاستی در پشت سر اوست، نه به این که ولیعهد عربستان در این ماجراجویی ها چه بلایی میخواهد به سر منطقه بیاورد، نه، به این بیاندیشم که چرا ما به اینجا رسیدیم. چون می توانستیم نرسیم. همین برجام یک فرصتی تاریخی بود برای ما، فرصت یک نفس کشیدنی بود. ولی راستی این است که دولت جمهوری اسلامی گمان می کرد که با برجام همچنان می تواند به سیاست‌های ماجراجویانه جهانی خودش ادامه بده. یعنی از یک سوی شرکت‌ها و کمپانی‌های غربی رو دعوت بکنه به سرمایه‌گذاری در ایران، مانند بوئینگ و کمپانی‌های اروپایی، و از سوی دیگر همچنان به رفتار سیاسی خارجی خودش در درگیری با عربستان یا نیروهای هوادار عربستان
در سوریه، عربستان و اسرائیل، سوریه، عراق و یمن ادامه بده. شما نمیتوانید پاسدار منافع ملی ایران باشید و طرفداری، هواداری کنید، جانبداری کنید، علاقمندی نشان بدهید به سرمایه گذاری خارجی برای اینکه فشار اقتصادی بر ایران کاهش پیدا بکند، رشد اقتصادی در ایران افزایش پیدا بکنه، و در این حال بروید در یمن از یک اقلیت دینی برای جنگ با عربستان پشتیبانی کنید که هیچ سود دراز مدتی برای ایران نداره. دنیا بیم و حراس از این داره که جمهوری اسلامی در یک بزنگاه تاریخی ممکنه تنگه هرمز رو ببنده. حالا تصور کنید که این جمهوری اسلامی با پشتیبانی از حوتی ها بر باب المندب هم دست پیدا بکنه، نه تنها بتواند تنگه هرمز رو ببنده، بتواند در اونجا هم یک ماجرا ایجاد بکنه. دنیا خاموش خواهد ماند درباره چنین رفتاری. کدام کشور دیگری رو شما میشناسید در جهان که چنین رفتاری رو انجام بدهد و دنیا در برابر او سفارایی نکنه؟ 18 سال تمام به طور محرمانه در ایران به غنیسازی هسته‌ای پرداختند و گفتند این هیچ انگیزه جنگی نداشته، که می‌دانیم دروغ است. و سپس که مهار شدند و پذیرفتند در قالب برجام تن در بدهند به شرایط برجام، ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی خودشون رو در کشورهای دیگر دنبال کردند. در ایران هم هیچ گونه آزادی سیاسی برای مخالفان به وجود نیامد، هیچ دگرگونی در زندگی سیاسی و اقتصادی مردم اساساً به وجود نیامد، اندکی گشایش برای چند سالی شکل گرفت، شاید چند ماهی، ولی روی هم رفته زندگی مردم، اقتصاد ایران، وضعیت بسیار پر از نگرانی آینده آب در ایران همچنان به جای خودش باقی ماند و دولت جمهوری اسلامی به جایی که این پول آزاد شده رو نه تنها به ساختن ایران بپردازه، در اونجا هزینه کنه و از این گشایش برای جلب سرمایه خارجی و ایجاد امنیت و توسعه اقتصادی بهره بگیره، به ماجراجویی های خودش در منطقه ادامه داد. هیچ درنگی در سیاست ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی به وجود نیامد، هیچ درنگی در پشتیبانی از دولت بشار اسد روی نداد، همچنان در همسایگی اسرائیل پایگاه درست کردند و آدمهایی رو از افغانستان هزینه کردند، بردند و سپاه زینبیه و سپاهیان دیگه در سوریه برای پشتیبانی از دولت بشار اسد به وجود آوردند. چرا؟ چون دولت بشار اسد تنها دولتی بوده که در دوران جنگ ایران و عراق از ایران پشتیبانی کرده و یک اقلیت علوی در اونجا که اینها شیعه میدانند اونها رو، با ایران نزدیکی داره. به بهانه این موضوع و جنگ با اسرائیل، جنگ تاریخی که اساساً از یک دشمنی تاریخی با مردم یهود از اونجا برمیخیزه، جامعه ایران رو در یک بیم و حراس همیشگی که در این 40 سال ما گرفتار اون بودیم قرار دادن و هیچ گشایشی از سوی این دولت، از سوی دولت جمهوری اسلامی، حتی در دوران آقای روحانی در زمینه سیاست خارجی روی نداد. اصلا سیاست خارجی ایران رو آقای روحانی اداره نمی کنه. شما فکر می کنید آقای روحانی می تواند به این سرداران سپاه و قدس در عراق و یمن، و حالا یمن که شاید نباشن ولی دست کم در سوریه، دستور بدهد که به ایران بازگردند؟ رهبر جمهوری اسلامی بهایی به این نوع پیام های آقای روحانی نخواهد داد. اونها از جای دیگری دستور میگیرن، به جای دیگری وابستگی دارن که آقای روحانی نیست. از این رو طبیعی بود که این درگیری با ایالات متحده آمریکا پیش بیاید. شما لحظه درنگ کنید، جدا از این که مردم آمریکا یا کار درستی کردن یا نه، که به داوری من نکردن که آقای ترامپ رو انتخاب کردن با پشتیبانی و دخالت های دولت روسیه که میدانیم در این کار دست داشتند، جدا از این که چنین کاری انجام شد، هنگامی که در نوامبر سال 2016 پوزش میخواهم، آقای ترامپ انتخاب شد،
اگر درایتی در رهبری دولت جمهوری اسلامی وجود می داشت، در میان بزرگان این دولت وجود می داشت، باید در می یافتند که نیروی بر سر کار آمده در ایالات متحده آمریکا که سر درگیری، سر جنگ با ایران رو داره و به برجام بهایی نخواهد داد، سیاست های دوران آقای اوباما رو دنبال نخواهد کرد. شما در هنگامی که میبینید یک دشمنی، حالا اگر هم دشمن رو بپذیرید، یک نیروی برخواسته برای درگیری با شما، درایت در این است که شما روشی رو در پیش بگیرید که بهانه برای این درگیری ندهید. نه، سران جمهوری اسلامی به جای درایت، به جایی که به منافع ملی مردم ایران بیاندیشند، به ماندگاری خودشان اندیشیدند که اگر اندکی دست از سر این ماجراجویی ها بردارند، شاید بنیاد جمهوری اسلامی به زیر سوال برود، به زیر پرسش برود. این است که برای ماندگاری به بهانه دستمالی قیصریه را به آتش کشیدند، به ویرانی ایران عملا پرداختند. هر سیاستمدار با درایتی هنگامی که آقای ترامپ انتخاب شد و کابینه خودش را از آدمهایی پر کرد که آشکارا سر ستیز و جنگ با ایران داشتند، آقای جولیانی و آقای بولتون که در نشست‌های سازمان مجاهدین سخنرانی کردند، از اونها پول گرفتند، اینها به کابینه و یا گروه رایزنان او پیوستند و یکی از اونها امروز رئیس مشاوران امنیت ملی است و دیگری وکیل آقای ترامپ است. هنگامی که چنین چیزی رو در میابند، باید بفهمند، درایت داشته باشند که باید تغییری در سیاست خود به خرج بدهند. شما یک درنگ کنید لحظه ای. در خیابانی راه می روید و آدمی می آید به طرف شما و چاقو در دست اوست. آیا شما رای خودتون رو عوض نمی کنید؟ حتی اگر این آدم چاقو به شما نزده باشه، شما تصمیم نمی گیرید که در این رایی که در خیابان می روید یا بازگردید یا به طرف دیگر خیابان بروید یا خودتون رو به گونه‌ای در امنیت قرار بدهید که این آدمی که به سوی شما یا به جهت شما می آید و چاقوی در دست دارد و ممکن است به شما لطمه بزنند، به شما صدمه نزنه؟ آیا چنین می کنید یا با سینه باز به سوی چاقوی او می روید و می گویید اگر میخواهید بیایید و بزنید، یا مانند رهبر انقلاب میگویید که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند؟ حرفایی که آقای خمینی هم زده بود رو تکرار میکنید. کشوری که صدها بار بیشتر از ایران، دهها بار بیشتر از روسیه نیروی نظامی داره، قدرت اقتصادی اون میتواند کشورهای بزرگ دیگر رو فلج بکنه، هیچ غلطی نمیتواند بکند. کجای این درایت است؟ کجای این سیاست است؟ کجا این دلسوختگی نسبت به سرنوشت آینده ایران است؟ مگر نه این است که کشورداران، کسانی که کشور رو اداره می کنند، کسانی که سرنوشت میلیون ها مردم در دست اونهاست، باید با درایت نسبت به سرنوشت این مردم نگاه کنند؟ شما اگر می دانید که از فردا طوفانی به پا خواهد شد، کوشش می کنید سوراخ های خونه خودتون رو پر کنید، در و پنجره ها رو ببندید، کاری بکنید که این باران و این طوفان بر سر خانواده شما ویرانی به بار نیاورد. آدمی که میداند سقفش سوراخه و طوفانی در پیشه، اگر این سقف رو نپوشانه و باران خانه رو ویران بکنه و خانه رو بگیره و سیلاب راه بیاندازه، به او آدم دانا نمیگویند، به او آدم ابله میگویند. نه، ما به قدرت خداوند و امام زمان معتقدیم. این باران از این سوراخ آسیبی به ما نخواهد رساند. نام چنین رفتاری رو شما چه میگذارید؟ کسانی که میدانند 18 ماه پیش، یک سال و نیم پیش، که با انتخاب آقای ترامپ، با روی کار آمدن جناح‌های تندرو در برخی دیگر از کشورهای اروپایی، بیم جنگ افزایش یافته، با این خط و نشان کشیدن های اسرائیل و درگیری های فزاینده در سوریه، امکان درگیری دولت های خارجی در ایران افزایش یافته،
با آنچه که در عربستان در حال تحول است، امکان درگیری نیروهای عربستان با ایران افزایش یافته. کسانی که با جغرافیای منطقه آشنا هستند و می‌دانند 200 میلیون پاکستانی که به دولت اونها به جنگ افزار هسته‌ای هم مجهز هست، چشم دوختن به این که به بهانه بلوچستان به سوی بندر عباس، به سوی هرمزگان، به سوی منابع گاز ایران بیایند و دولت عربستان پشت اونهاست. کسانی که اندکی درایت باید به اونها بگوید که دولت عربستان نیاز به بمب اتمی و هسته‌ای ندارد، کافیست با پولی که خرج میکند پاکستان رو تشویق و حمله به ایران بکنه به بهانه هایی که میتوانند درست کنند و کشور ما وارد یک جنگ ویرانگر ماندگار چند ده ساله دیگر بشود که این بار ویرانی اون ده ها بار بیشتر از جنگ ایران و عراق خواهد بود، صد ها بار بیشتر از دو جنگ بزرگ ایران و روس در سده 19 هم خواهد بود. کسانی که این درایت رو باید داشته باشند بر کشور ما چیره نیستند، آدم هایی هستند که تنها منافع روزانه خودش رو میبینند. در این دوران 18 ماهی میزان ارزی که از ایران خارج کردند به جای پرداختن به زندگی مردم از 10 سال گذشته بیشتر بوده، یعنی از مجموعه 10 سال گذشته، 10 سال پیشتر از اون. شما هنگامی که با چنین دگرگونی هایی در جهان روبرو میشوید باید مسیر آینده کشور رو در این راستا تعیین بکنید. من بارها در این برنامه ها و در سخنرانی های خودم خورده گرفتم به دوران پایانی رضا شاه که در نیافتند در هنگام جنگ جهانی دوم با کدام نیرو متحد بشوند، به بهانه آریاگری و به بهانه علاقمندی با آلمان و دشمنی با انگلیس و آمریکا و روس و غیره به سوی آلمان رفتند، با اونها بیشتر نزدیک شدند، البته با اعلام بی‌طرفی، در حالی که اگر منافع خودشون رو با دولت‌های نیروهای دیگر، نیروهای متفقین هماهنگ کرده بودند و از اونها پول می‌گرفتند برای اینکه ایران رو به پل پیروزی تبدیل بکنن به جای اینکه ایران اشغال بشود، سرنوشت ایران چنین نمی‌بود، سرنوشت رضا شاه هم چنین نمی‌بود. این فرصت تاریخی رو از دست دادند. این فرصت تاریخی رو خمینی در دوران جنگ ایران و عراق از دست داد، هنگامی که دولت‌های عرب به رهبری دولت عربستان حاضر بودند غرامت جنگی به ایران بدهند و سرانجام با اون خفت و خاری صلح رو پذیرفتند، در شرایطی که دیگر امکان گرفتن پولی هم از عربستان و دیگران نداشتند. درایت سیاسی در این است که شما هنگامی که سپهر جهانی رو بررسی می‌کنید، سپهر منطقی، سپهر سیاست منطقی رو بررسی میکنید و میبینید در همسایگی شما نیروهایی بر سر کار آمدند که آماده درگیری نظامی اقتصادی با شما هستند، با درایت رفتار خودتون رو تغییر بدهید، نه اینکه با لجاجت بگویید که حرف من همان است که گفتم، آمریکا و اسرائیل و عربستان هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. اختیار دارید، خیلی کارها هم میتوانند بکنند و متاسفانه و خوشبختانه چنین هم خواهند کرد. با منافع ملی ایران، با منافع مردم ایران بازی میکنند، جدا از نقدی که شما به درستی به رفتار فرومایه سران کشورهای دیگر و دولتهای چیره بر این کشورها میتوانید داشته باشید که باید داشته باشید و من هم دارم، به رفتار آقای ترامپ، به دروغ پردازی های آقای نتانیاهو، به ماجراجوی های جوانی که امروز ولیعهد عربستان است، همه اینها رو میتوان به نقد کشید. اما ما از دیدگاه یک ایرانی، کسی که از منافع ملی ایران سخن میگوید، باید ببینیم چه کاری رو ما میتوانستیم بکنیم. ما که نمیتوانیم سیاست دولت اسرائیل رو تغییر بدهیم، ما که نمیتوانیم در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بیاییم و کاری بکنیم که آقای ترامپ دیگر بر سر کار نباشد، او رو استیضاح کنند. ایشان هنوز بر سر کار خواهند بود و این سیاست، سیاست چیره این کشور است. در دگرگونی های درون عربستان که ما نقشی نداریم،
ما در سرنوشت داخل خودمون نقش داریم و هنگامی که میبینیم در برخی از کشورهای پیرامون ایران و در ایالات متحده آمریکا دگرگونی هایی به وجود آمده که این دگرگونی ها فرسایش رو، فرسایش دولت، فرسایش جامعه ایران رو افسایش خواهد داد، درگیری با ایران رو افسایش خواهد داد، بیم جنگ رو افسایش خواهد داد، چرا از این فرصتی که برجام ایجاد کرده بهره نگیریم و از سوریه خارج بشویم، دست از سر ماجراجویی از عراق برداریم، یمن رو به حال خودش رها کنیم، از دور پشتیبانی کنیم ولی اعلام بکنیم که نه، ما میخواهیم از منافع ملی ایران پشتیبانی کنیم. اگر چنین میکردند البته پایان جمهوری اسلامی بود. این است که جمهور سران جمهوری اسلامی در برابر این دو راه، راه منطقی حفظ منافع ملی ایران و نگه داشتن دولت و قدرت خودشان، دومی رو پذیرفتند و ایران رو برباد خواهند داد. ما میتوانیم صدها اعلامیه بیرون بدهیم، ترامپ رو محکوم کنیم، آقای بولتون رو جنگجو و برانگیزنده جنگ بخوانیم، بگوییم اینها جنگ طلب هستند، آقای نتانیاهو رو محکوم کنیم، جای او رو در بدترین گوشه دوزخ قرار بدهیم. میتوانیم صدها نوشته علیه ولیعهد عربستان منتشر کنیم، از رفتار جانیانه اونها در بمباران شهرها و مردم یمن سخن بگوییم. همه اینها رو میتوانیم بگوییم، اعلامی ها رو بیرون بدید، سخنرانی ها رو انجام بدید، بیانی ها رو صادر کنید. واقعیت این است که تنها جایی که ما مردم ایران بر اون میتوانیم تأثیر بگذاریم در سیاست درون کشور ماست که در دست سران جمهوری اسلامی است. این جمهوری اسلامی است که با این سیاست ها شرایط رو برای چنین درگیری فراهم کرده. جای دیگر نرویم، از آن چیزی سخن بگوییم که زمینه رو برای چنین درگیری فراهم کرده، فرصت ها رو سوزانده. این درد اصلی جامعه ماست. من به این بیانیه ها و نوشته ها نگاه می کنم، از اون آدم هایی که تنها یک سویه از سیاست ایالات متحده آمریکا و آقای ترامپ دفاع می کنن بگذاریم. من از شمار اونها نیستم و اون رو محکوم می کنم، بارها هم در این راستا سخن گفتم. از آن سوی هم می بینم کسانی تنها انگشت اتهام رو متوجه ترامپ و نتانیاهو و ولیعهد عربستان و کسانی از این دست میکنن. بدبختی های ما از این هاست. نه، شما اگر سقف خانه تون سوراخه و طوفان در پیش است، دشمن رو طوفان ندانید. دشمن شما طوفان هست در این لحظه، اما به فکر این باشید که چگونه این سقف رو میتوانید مرمت کنید، این سوراخ رو بپوشانید که این دشمنی که در پیش است، این طوفان، خانه شما رو ویران نکنه. نه اینکه انگشت اتهام به سوی آسمان دراز کنید و بگویید که این طوفان است که دشمن ماست. نه، بله، طوفان در پیش است. شما در برابر این طوفان چه کرده اید و چه می کنید؟ کجا جامعه ایران رو، کجا دست زدید به اینکه جامعه ایران رو باز کنید که مردم این بار با اشتیاق مشارکت کنند، دولت رو از خودشان بدانند، انتخابات رو انتخابات واقعی بدانند؟ کدام دزد و فاسدی رو دستگیر کردید؟ چگونه جلوی این همه ندانم کاری اقتصادی، پراکندگی سیاست رو گرفته اید؟ ویرانی بنیاد اقتصاد ایران رو کجا مرمت کرده اید تا مردم احساس کنند که این ویرانی و گرفتاری درونی نیست، بلکه دشمنانی است که میخواهند این کار رو انجام بدن در همه گوش و کنار جهان، همه حکومت‌های خودکامه در درازای تاریخ هرگاه با دشواری روبرو شدند انگشت اتهام رو به سوی خارج دراز کردند. این خارجی ها هستند که این بلا رو سر ما آوردن، به جای اینکه بپذیرند که سیاست های نادرست داخلی و رفتار
ندانم کار، حالا برخی ندانم کار، برخی هم با آگاهی دست دادن به سیاست های نادرست کشور را به ویرانی کشانده. ای کاش می توانستم بگویم ندانم کاری، نه، آگاهانه دست به تخریب کشور زدند. از این روز که من با محکوم کردن این رفتار آقای ترامپ، با برخورد روشن و آشکار به این جنگ افروزی آقای نتانیاهو، به این ماجراجویی های ولیعهد عربستان، انگشت اتهام رو به سوی سران جمهوری اسلامی دراز میکنم. فرصت تاریخی رو از دست دادن و هنوز هم میدهند. به جای اینکه دریابند هنوز هم فرصتی برای حفظ برجام و حتی شرکت در این کاروان اقتصاد و تمدن جهانی وجود داره، همچنان بر طبل درگیری ماجراجویان با همه دنیا میکوبند، هم با اسرائیل، هم با عربستان، هم با آمریکا، هم با هر کشور دیگری در خواهند افتاد. مدعی این هستند و در این راستا کسی که قربانی میشود یا کسانی که قربانی میشوند مردم بخت برگشته ایران هستند که در این هفته های گذشته بهای دلار در ایران به 8000 تومان، مرز 9000 تومان رسیده. چه کسی میتواند در چنین دنیایی اصلا زندگی آسایشی داشته باشد، زندگی و آسایش داشته باشد؟ هیچ. تنها یک گروه بسیار کوچکی که از برکت این دوران 40 ساله به نان و نوایی بسیار بسیار زیادی رسیدند. میدانم که سخنانم امروز بیشتر جنبه احساسی داره، ولی دل مشغول سرنوشت ایران هستم. از یک سوی میبینم که چند کشور آشکارا برنامه درگیری با ایران دارند و این سیاست جدید آقای ترامپ، به ویژه پس از کنار آمدن با کره شمالی، راه رو برای درگیری گسترده با ایران باز خواهد کرد. و سوی دیگر میبینم در درون کشورم هیچ دولت مرد و سیاست مدار و هیچ رهبری وجود نداره در ساختار جمهوری اسلامی که به این شرایط واقعی جهان بیاندیشد و بگوید که ما باید در رفتار خود دست کم به طور موقت تجدید نظر کنیم و جنگ رو استقبال نکنیم. نمیبینیم این رو. اینجا اونجا آقای روحانی از این سخن میگویند که ما در برجام خواهیم ماند. راست این است که آقای روحانی نقش چندانی در سیاست خارجی ایران ندارند، نه آقای روحانی نه آقای ظریف. سیاست رو آقای خامنه‌ای و سران سپاه و اونهایی که در ماجراجویی های سوریه و عراق و یمن و غیره درگیر هستند، اونها اداره میکنند. و در بزنگاه تاریخی هم آقای روحانی اگر هم حرفی بزند سخن خودش رو پس خواهد گرفت. امروز شاید سخنانی از دهانش خارج بشه که بله، ما قصد درگیری نداریم، برای آرام کردن این سخنان رو مطرح کنه. ولی راستی این است که مردم در اون ایران هم میدانند که ایشان همه کاره سیاست خارجی و داخل ایران نیستند. نیروهای تواناتری از ایشان کشور رو میگردانند. بنابراین با احساس سخن میگویم، چون میبینم دو قطار، دو ترن روی یک ریل در مسیر برخورد با یکدیگر حرکت می کنند و هیچ درایتی در این دو سوی نیست. از یک سوی سیاست آقای ترامپ در پشتیبانی از سیاست های جنگ افروزانه آقای نتانیاهو و ولیعهد عربستان، اونها رو برای درگیری نظامی و فشار اقتصادی بسیار گسترده بر ایران آماده میکنه. از اون سوی هم در درون ایران هیچ گشایشی در حوزه سیاست و در سپهر سیاست خارجی نمیبینم. و از این روز که بسیار دل مشغول و نگران به آینده ایران هستم. و این است که با شما از این راه سخن میگویم. احساس ما برای پایان دادن به این گرفتاری که در پیش روی ماست راهی جز گذار از این حکومت نداریم. امید به این که پس از 40 سال
یک درخششی در اندیشه تاریک سران جمهوری اسلامی به وجود بیاید و اونها به جای حفظ قدرت به پاسداری از منافع ملی ایران بپردازند به چشم نمیخورد. از این امامزاده معجزه‌ای بر نخواهد خواست، بر نخواهد تابید. ما با وضعیتی روبرو هستیم که سران یک کشور مانند روزهای پایانی هیتلر تا پایان کار کشور رو به سوی جنگ پیش میبرند. امیدوارم چنین نشود. اما تنها راه واقعی جلوگیری از این نوع درگیری ها در این است که ما از این حکومت گذر کنیم. ما به جمهوری اسلامی از راه خشونت پرهیز پایان بدهیم. حالا اگر راهش رفراندوم انتخابات آزاد، جزئیات رو من امروز نمیدانم. ولی راهی جز این وجود نداره. راهی جز این وجود نداره که زیر این فشار سهمگین جهانی که زمینه رو برای یک حمله نظامی و احتمالاً تجزیه ایران فراهم میکنه ما به خود بیاییم و ببینیم که سرنوشت ما در گروه تغییر دولت در ایرانه. من از براندازی سخن نمیگم. من هیچ هوادار خشونت نیستم، هیچ هوادار این نیستم که مانند 28 مرداد بیایند و برای ما یک قیام ملی دیگری سازمان بدهند، این بار از راه هوایی و دریایی. حالا اون بار تو خیابان این کار کردن، اسمشو گذاشتن قیام ملی، این بار هم حالا بیان از راه نیروی نظامی عربستان و پاکستان و اسرائیل و نیروی هوایی ایالات متحده و آمریکا و پولهای دیگری که خرج میشود یک قیام ملی جدیدی برای ما سازمان بدن. نه، من هواداری چنین چیزهایی نیستم. اما ما دارای این نیرو هستیم در جامعهمون که اگر به خود بیاییم و حرکتی درست انجام بدهیم شاید بتوانیم با برانگیختن یک جنبش نیرومند اجتماعی هوادار و خواهان صلح، خواهان گذار از جمهوری اسلامی، خواهان ساختن یک جامعه سکولار دموکراتیک در که در اون دولت غیر دینی خواهد بود و به اعتبار باور من یک جمهوری پارلمانی ایران رو از این تنگنایی که 40 سال است در اون گرفتار است نه تنها رها بکنیم بلکه بتوانیم به عنوان یک کشور سربلند تاریخی با توانایی های بسیار زیاد انسانی و زیرزمینی به دنیا بپیوندیم و اقتصاد خودمون رو از نو بسازیم و بخشی از سازندگی جهان و منطقه بشویم. ما این توانایی رو داریم. من به این خوشبین هستم. من به راستی فکر میکنم که نه تنها شمارش معکوس جمهوری اسلامی آغاز شده بلکه ریزش هم آغاز شده و از این روز که اونهایی که مخالف این حکومت هستن از هر جبهه و جناحی، از هر پیشینه‌ای باید کوشش کنند یک حرکت، حتی اگر نتوانند با هم یکی بشوند، یک حرکت همسو برای پایان دادن به یک حکومت دینی و ساختن یک حکومت دموکراتیک پارلمانی بدید باوری من یک جمهوری دموکراتیک پارلمانی در ایران با کمک این فشار بین المللی همسو بشوند، نه فشار دولت ها، فشار جامعه مدنی. این امکان در کشور ما نه امروز بلکه رفته رفته دارد شکل میگیرد و این تنها راه بیرون رفتن از این بنبست. ما نمیتوانیم سیاست آقای ترامپ رو عوض کنیم، نخواهیم توانست در انتخابات آینده دولت اسرائیل تأثیری داشته باشیم، نه ولیعهد عربستان رو میتوانیم خلع بکنیم، ولی تغییر در ایران رو میتوانیم به گونه انجام بدهیم که با کمترین هزینه ها این نه تنها فشار کاهش پیدا بکنه بلکه کشور ما بتواند به راستی وارد سپهر اقتصاد جهانی بشه. دولت جمهوری اسلامی گمان میکنه در این سپهر اقتصاد جهانی تنها با فروختن نفت و گرفتن پولها و هزینه کردن اونها میتواند زندگی کند. دنیای اقتصاد امروز این گونه نیست. سیاست و اقتصاد در هم آمیختند. شما نمیتوانید تنها
یک دکان فروشنده نفت باشید و تصور کنید که دنیا فشار اقتصادی و سیاسی بر شما وارد نمیکنه اگر هم از این درآمد نفت استفاده کنید برای هزینه کردن و ساختن موشک و حمله به کشورهای دیگر و دخالت در کشورهای دیگر. سخن بسیار هست، اما آنچه که پیام من در این سخنان امروز من به روشنفکران ایرانی، به نخبگان سیاسی ایرانی، به مخالفان جمهوری اسلامی است، به اونهایی که دل مشغول و نگران از آینده ایرانند، پیام من این است که باید به خود بیاییم و یک جنبش نیرومند همگانی برای گذار از جمهوری اسلامی برپا کنیم. راه دیگری برای جلوگیری از این بیمی که این خطری که در برابر ماست وجود نداره. ما تنها در دگرگون کردن شرایط ایران است که میتوانیم از ویرانی ایران جلوگیری کنیم. سران جمهوری اسلامی ایران رو تا پرتگاه نابودی پیش بردند و تردیدی هم نداشته باشید که در صورت آغازی جنگ شادمان هم خواهند بود، گمان خواهند کرد که از این جنگ و از این درگیری برای ادامه حکومت بهره خواهند گرفت، مردم رو مجبور خواهند کرد که از اونها پشتیبانی کنند. تا چنین زمینه‌ای، چنین درگیری آغاز نشده و کار ایران به ویرانی نرسیده و نکشیده، باید به خود آمد و کسانی که در جریان‌های گوناگون، در نهادهای مدنی، در ساختارهای حتی درون حکومت تا حدود این درایت رو دارن و میبینن که چه میگذرد، همراه با مخالفان حکومت، همراه با همه جناحایی که با این حکومت مخالفن، نه اینکه باید دیدگاه خودشون رو کنار بگذارن، با هر کسی نمیتوان همکاری کرد، اما به هر روی همسو میتوان شد، همسو در راستای گذار مثال خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک حکومت برآمده از اراده ملت، به یک نظام پارلمانی برآمده از اراده مردم که سر ستیز و جنگ با هیچ کشوری نداره و میخواهد در صلح با دیگر کشورهای جهان در یک اقتصاد شکوفای جهانی زندگی بکنه. این شدنی است. پس از 40 سال زمانمون فرا رسیده. من در هفته های آینده در این باره بیشتر با شما سخن خواهم گفت. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.